بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیوهای درسی قبلی ما شما بالای تصنیف بندی کربوهیدرات ها بحث کردیم و اقسام مختلف کربوهیدرات ها، مثلا مونوساکارید ها، دای ساکارید ها، اولیگو ساکارید ها و پولی ساکارید ها را در ویدیوهای مختلف تحت مطالعه قرار دادیم. در این ویدیو درسی ما شما بعضی از ایزومری های کربوهیدرات ها را مطالعه میکنیم، خصوصا ایزومری هایی که در مونوساکارید ها دیده میشه. در بعضی از رفرنس ها این عنوان به این عنوان مطالعه میشه که بعضی از خواص کربوهیدرات های مونوساکارید ها نظر به گلوکوز و رفرنس ما شما در این ایزومری ها یا در این خواصی که مطالعه میکنیم گلوکوز است، چون گلوکوز مونوساکاریدی است که تقریبا تمام انساج عضویات ما شما کربوهیدرات ها وقتی به مصرف می رساند به شکل گلوکوز باید تبدیل شود و بعد از او اگر به انرژی تبدیل می شه یا در مراحل مختلف متابولیکی قرار می گیرد، این کربوهیدرات ها تمامشان به گلوکوز باید تبدیل شوند. بعضی از اصطلاحات یا بعضی از ایزومیره هایی که نام های خدا داره و ما به اصطلاحات مختلف اینا را میشناسیم، این را ما شما مطالعه میکنیم، ولی یک چیزی که بسیار مهم است و این است که ما شما باید توجه زیاد به این اصطلاحات داشته باشیم، چون مشابهت های زیادی دیده میشه و در اکثر حالات یک اصطلاح به اصطلاح دیگه از ما شما میشه تبدیل شد و یا ما نتانیم که یک اصطلاح را به شکل درستش بفهمیم و علتش این است چون مشابهت زیادی وجود داره بین این اصطلاحات. از این خاطر توجه زیادی را کار داره و ما هم در ویدیوهای درسی مختلف اصطلاحات مختلف تحت مطالعه قرار میدیم، چون اگر تمام این اصطلاحات را در یک ویدیو درسی جای دهیم در اینجا باز مشکل پیدا میشه، هم ویدیو طولانی تر میشه و هم مشکل در یاد گرفتن و فهمیدن و همچنان فهماندن باوجود میه. یکی از اصطلاحاتی که ما شما در اینجا داریم اصطلاحی است به نام اسیمتریک کربن یا کربن اسیمتریک. این کربنی است که ما شما میفهمیم که هر کربن در حالت عادی این کربن می تواند که چهار رابطه داشته باشد، با اتم های مختلف، با گروپ های مختلف، با مرکبات مختلف کربن می تواند چهار رابطه داشته باشد، می تواند بین گروپ ها، بین اتم ها، بین مرکبات هر چهار رابطه داشته باشد و می تواند با گروپ های مختلف این رابطه یا رابطه داشته باشد. ما کربن اسیمتریک کربن را میگیم که اگر هر چهار روابط کربن با اتم های مختلف، با گروپ های مختلف و یا با مرکبات مختلف و یا با اتم ها، مرکبات و یا گروپ های باشد که وزن مولکول اینها فرق داشته باشد، مختلف باشد، این کربن ما شما به نام کربن اسیمتریک میشناسیم. مثلا اگر ما شما در این تصویر متوجه شویم که یک ساختمانی مثلا یک کربوهیدرات است که ما از لحاظ تعریف اگر ببینیم این یک کربوهیدرات است، ولی کربونی را ما اسیمتریک میگیم که چهار روابطش با گروپ های مختلف باشند. مثلا اگر ما این کربون در نظر بگیریم، در اینجا یک کربون است، میبینیم که یک رابطه این کربون با گروپ هیدروکسیل است، یک رابطه این کربون با اتم هیدروژن است و یک رابطه ای کربن با گروپ CH2OH است و یک رابطه دیگه با این مرکب یا مولکول یا گروپ دیگه است که از این فرق داره، از این فرق داره و از این فرق داره. یعنی هر چهار رابطه ای کربن با گروپ های مختلف است یا با اتم های مختلف است که هیچ کدام اینها با همدیگر یک چیز نیست. مثلا هیدروکسیل با این گروپ فرق داره، هیدروکسیل با این اتم هیدروژن فرق داره و این اتم هیدروژن و هیدروکسیل و این گروپ با این گروپ یا این مولکول دیگه فرق داره. همچنان همین کربن های دیگه که ما در اینجا میبینیم
اینها اگر روابطشان با اتم های مختلف بودن، با گروپ های مختلف بودن، این چهار روابطش ما این کربن به نام کربن اسیمتریک میشناسیم. و همین کربن های اسیمتریک است که در یک مرکب دیده میشه و مرکب میتواند ایزومیرهای مختلف داشته باشند. نظر به تعداد کربن های اسیمتریک در یک مرکب، ما میتونیم ایزومیرهای مختلفی را رسم کنیم یا ایزومیرهای مختلفی این مرکب را داشته باشیم. یک فرمول عمومی است برای از اینکه او دو به نمای N است، N تعداد کربن های اسیمتریک موجود در یک مرکب است. اگر مثلا یک مرکب است دو کربن اسیمتریک دارد، این مرکب میشه دو به نمای دو که میشه چار، یعنی این مرکبی که دو کربن اسیمتریک داشته باشد، این کربن میتواند چار ایزومیری داشته باشد. نظر به از این فرمول دو به نمای N، ما میتوانیم که بفهمیم که این مرکب چند ایزومیری دارد. یک نوع ایزومیری، البته ایزومیری را ما شما میشناسیم، ایزومیری یک مرکب به این معنی است که اگر دو مرکب باشه، تعداد اتم های و نوعیت اتم ها در هر دو مرکب یکسان باشه، یعنی عین تعداد اتم ها داشته باشند و عین اتم ها در یک مرکب باشند، این دو مولکول یا دو مرکب ما ایزومیری میگیم. یک نوع ایزومیری به نام استریو ایزومیریزم یاد میشه. ببینید، ما گفتیم که کربن اسیمتریک اگر در یک مرکب موجود بود، بازی میتواند که ایزومیری های مختلف داشته باشند. و در کربوهیدرات ها یک نوع ایزومیری است که به نام استریو ایزومیریزم یا ایزومیری فضایی یاد میشه. این هم با اساس از این است چون کربوهیدرات ها، البته مونوساکاراید ها، اینها کربن های اسیمتریک دارد، یک نوع ایزومیری را که به وجود میارد او ایزومیری فضایی است که اگر ما این مرکب را در نظر بگیریم، مرکب بیوتین، ببینید ای هر دو مرکبی که بیوتین که هست، ای و ای، هر دو اینها عین تعدادی کربن ها و عین تعدادی هیدروژن ها دارند، ولی فرقش در ساختمان فضایی است، فرقش در فرمول فضایی است. وقتی فرمول فضایی شما در نظر میگیریم، میبینیم که از هم دیگر فرق دارند. ای ایزومیری را ما به نام استریو ایزومیری یا ایزومیری فضایی یاد میگیریم که فرمول ساختمانی یا فرمول مفصل یا فرمول فضایی اینها از هم دیگر فرق کنند. و یا ما ایزومیری فضایی ایزومیری را میگیم که اگر ما یک مرکب را بگیریم، مثلا یک مرکب است و این فرمول شما به عینه متوجه کنیم و تصویری که از این فرمول در عینه ما میبینیم، او تصویری ایزومیری فضایی خود این مرکب و این فرمول است. مثلا تصویر عینوی این مرکب این مرکب است، یا تصویر عینوی این مرکب این مرکب است، یا این فرمول است، یا این تصویر است. یعنی اگر تصویر یک مرکب یا یک فرمول ما در عینه میبینیم، تصویرش ایزومیری فضایی است. مثلا ما میبینیم که تعداد کربن ها و تعداد هیدروژن ها و تعداد اکسیژن ها در این مرکب و در این مرکب بین تعداد است، و مرکب اضافی که در اینجا باشه در اینجا نباشه، یا در اینجا باشه در اینجا نباشه، ما نمیبینیم. ولی وقتی ما ساختمان و فرمول فضاییش میبینیم، میبینیم که از هم دیگر فرق دارن. در اینجا گروپ هیدروکسیل دست چپ است، در اینجا گروپ هیدروکسیل دست راست، در اینجا گروپ اتم هیدروژن دست چپ است، در اینجا دست راست. به این اساس ما میگیم که ای یک ایزومیری فضایی ای مرکب است، هر دویش عین فرمول عین اتم ها دارد، ولی فرقش در ساختمان فضایی است و یا در تصویر عینوی اینها است. این را ما میگیم استریو ایزومیری یا ایزومیری فضایی. یک نوع سلسله های ما داریم در کربوهیدرات ها که اینها به نام دی سریز و ال سریز یا میشه، یا سلسله های دی کربوهیدرات ها
و یا سلسله های الی کربوهیدرات ها. در سلاید قبلی که ما مطالعه کردیم یا در زمیری فضایی در اوجه ما تمام مرکبه می دیدیم. در بی سیریز، در ال سیریز ما می بینیم که در اینجا خط است. یعنی چیزی برای چیزی که است در اینجا برای ما مهم نیست. هر چیزی که است می بینیم در این دو تصویر. چیزی که در اینجا است برای ما مهم نیست. فقط چیزی که در دی سیریز و ال سیریز برای ما و شما مهم است او موجودیت گروپ هایدروکسیل که در کدام موقعیت موجود است. موجودیت یا موقعیت گروپ هایدروکسیل در کربن که با کربن اخیری وصل است. در دی سیریز و ال سیریز برای ما و شما اهمیت چی داره؟ موقعیت گروپ هایدروکسیل در کربن که با کربن اخیری وصل است و کربن اخیری که دارای گروپ هایدروکسیل یا گروپ الکل باشه. خوب متوجه باشیم. در دی سیریز و ال سیریز برای ما شما که مهم است موقعیت گروپ هایدروکسیل، متوجه هستین در تصویر، موقعیت گروپ هایدروکسیل در کربن که این کربن در کربن که با کربن اخیری وصل است و کربن اخیری که دارای گروپ الکل است یا دارای گروپ هایدروکسیل است. موقعیت این گروپ هایدروکسیل برای ما مهم است که برنگ سرخ است. این گروپ هایدروکسیل که در کربنی که با کربن اخیری وصل است برای ما مهم است. اگر دست چپ بود ما میگیم که دی سیریز است. دست چپ اگر بود ما میگیم که ال سیریز است. اگر دست راست بود ما میگیم که دی سیریز است. این کربن مثلا اگر ما دی تریوز در نظر بگیریم، ببین ما این فرمول هیچ ای بالایش هیچ در نظر نداریم، فقط کربنی که با کربن اخیری که دارای گروپ الکل یا هایدروکسیل است با این وصل است. در این گروپ هایدروکسیلی که با این وصل است این برای ما مهم است که در کدام موقعیت داشت. اگر در موقعیت راست بود ما میگیم دی تریوز، اگر در موقعیت چپ بود ما میگیم که ال تریوز، یا ما میگیم دی شوگر یا دی قند دی یا کربوهیدرات دی یا ال، مثلا اریتروز است. دیگه فرمولش هیچ برای ما شما در دی و ال سیریز مهم نیست، فقط موقعیت گروپ هایدروکسیل که با کربنی که با کربن اخیری وصل است برای ما مهم است. اگر دست راست بود یک اور گروپ هایدروکسیل ما میگیم دی، اگر با طرف چپ بود ما میگیم ال. و این برای ما شما مهم است چون ما در حیوانات کربوهیدرات هایی که به متابولیسم میرسد اینها اکثرشان یا تمامشان به شکل دی است، چون ما انزایم را داریم برای کربوهیدرات دی ولی ما انزایم را نداریم به کربوهیدرات های ال. از این خاطر ما باید ال و دی را بشناسیم. همچنان در حالات مختلف برای ما شما مهم است که انشاءالله در ویدیوهای درسی بعدی بالاش بحث میکنیم، ولی دی و ال باید بشناسیم، اینها برای ما شما مهم است. به خاطر از اینکه آیا ما راستی هم دی سیریز و ال سیریز را شناختیم یا نشناختیم، بیاین یک با این تصویر متوجه شویم. ویدیو را برای یک دقیقه دو دقیقه متوقف بسازید، ببینین که پیش خود یا یادداشت بگیرین آیا در این تصویر ما دی کربوهیدرات های دی را داریم یا نداریم، کربوهیدرات های ال داریم نداریم، چند کربوهیدراتی در این تصویری که ما میبینیم از جمله دی است و چند کربوهیدراتی از این که در این تصویر موجود است از جمله ال سیریز است. جوابتان پیش خود یادداشت کنید و با این تصویر جواباتتان ببینید که آیا جوابات شما درست است یا خیر. اگر جوابای شما درست باشه به این معنی که شما دی سیریز و ال سیریز را شناختین. اگر جواباتان فرق دارد مشکل نیست، شما میتونید پس سلاید قبلی را یک دفعه توجه کنید و میتونید که دی سیریز و ال سیریز در کربوهیدرات ها را بشناسید. تشکر از توجهتان. در ویدیوهای بعدی انشاءالله ما شما بالای ایزومیری های دیگه که در کربوهیدرات ها در البته در مونوساکارید ها دیده میشه و یا خواص دیگه که مثلا دکسترا روتاتوری است و یا لیور روتاتوری است، اینها را ما شما در ویدیوهای بعدی
ما شما میشناسیم و بالایش بحث میکنیم. تشکر از توجه شما.